دوستان در ورس بعد میخونیم olds tend to recommend. olds دوستان میدونید old به معنی پیر یا کهنه است. olds اینجا منظور از olds همون در واقع افراد پیر هست. tend to دوستان tend to یعنی در واقع تمایل داشتن. خب به دنبال tend فعل با to میاد، مثل like. مثلا من اگه بخوام بگم من دوست دارم برم مدرسه، باید بگم I like to go، یعنی دوست دارم برم کجا؟ به مدرسه، to school. پس بعد از like فعل باید با to بیاد. بعد از tend هم همین اتفاق میفته. این اتفاق بعد از فعل want هم میفته. want به معنی خواستن. مثلا میخوام بگم که میخوام درس بخونم، میگم I want to study. study به معنی مطالعه کردن یا درس خوندن، باید قبلش to قرار بگیره. I want to study. خب پس tend به معنی در واقع تمایل داشتن هست. old tend to recommend. recommend دوستان یعنی توصیه کردن، نصیحت کردن، پیشنهاد کردن. پس آدم های پیر میدونیم که خیلی دوست دارن که نصیحت کنن معمولا. این در واقع مفهوم این ورس هست. olds tend to recommend. olds tend to recommend. تکرار بفرمایید دوستان. olds tend to recommend. خب اما واژگان رو در کنارش میبینیم. واژه اول tend که خدمت رو توضیح دادم، یک مثال هم زدیم. I tend to travel abroad. abroad دوستان یعنی خارج کشور. I tend من تمایل دارم، دوست دارم to travel سفر کنم. کجا؟ abroad خارج کشور. خب اما بیایم کلمات مرتبط. ما یه این اگه در ابتدای tend قرار بدیم میشه intend. دوستان intend قصد داشتنه. خب این کلمه کاملا مرتبط هست. ما معمولا وقتی قصد داریم کار رو انجام بدیم، خب یعنی تمایل داریم که اون کار رو انجام بدیم. بنابراین معنی intend دور از tend نیست. خب شن در پایانش قرار بدیم. intend شن میدونی T-I-O-N به صورت شن تلفظ میشه. پس intend میشه intention. و گفتیم I-O-N ها یا همون ion ها همشون اسم هستن. پس قصد داشتن میشه چی؟ قصد، نیت، هدف. پس intention به معنی قصد، نیت یا هدف هست. همون goal هست دوستان. goal یا همون گل که در فوتبال میگی به معنی هدف هست. G-O-A-L گول. میتونید پس بنویسید intention مساوی است با گول. خب اما میریم سراغ واژه بعد. دوستان ما کماندو رو هممون شنیدیم. کماندو یعنی فرمانده، کسی که دستور میده. حالا اگه او رو از پایانش حذف کنیم میشه کامند. کامند دوستان به معنی دستور یا دستور دادن هست. کماندو هم کسی که دستور میده. پس تکرار کنید دوستان کماند. کماند. حالا من به کماند یک ری اضافه میکنم. ری گفتیم همیشه مفهوم تکرار، تأکید. تکرار یا تأکید داره. ری کماند. البته املای کلمات هم گاهی اوقات تغییر میکنه. مثل اینجا اگه دقت بفرمایید مثلا A-N-D شده E-N-D که این اصلا اهمیتی نداره چون اتفاق خیلی وقتا میفته. ولی مهم اینه که ریشه این کلمات یکه. این کلمات کاملا هم خانواده هستن. recommend دوستان به معنی توصیه کردن هست. خب توصیه هم نوعی دستوره دیگه. حالا البته دستوری که درش اجبار نیست. توصیه کردن یا نصیحت کردن. recommend توصیه کردن یا نصیحت کردن. مثلا من میخوام بگم که من به تو توصیه میکنم درس بخونی. خب میگم که I recommend you، من توصیه میکنم به تو to study.